فضاپیمای روزتا پس از 10 سال تعقیب یک ستاره دنباله‌دار سرانجام در مدار آن قرار گرفت. این فضاپیما قرار است با نزدیک شدن به این ستاره دنباله‌دار سطح آن را بررسی کند. فضاپیمای روزتا به مدت 6.5 دقیقه با به کار انداختن موتورهای محرکش سرعت گرفت تا بتواند به مدار ستاره دنباله‌دار برسد. این فضاپیما با استفاده از نیروی جاذبه سیاره زمین و سیاره مریخ سرعت خود را در مسیر 6 میلیارد کیلومتری این سفر افزایش داده بود. سرعت حرکت این ستاره دنباله‌دار تحت تعقیب 55,000 کیلومتر در ساعت است. 10 سال قبل فضاپیمای روزتا که تقریبا به اندازه یک خودرو است توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شد تا در منظومه شمسی ستاره دنباله‌دار موسوم به 67 پی را تعقیب کند. فاصله تقریبی زمین از روزتا همکنون حدود 550 میلیون کیلومتر است و حدود 22 دقیقه طول می کشد تا پیغام هایی که کارشناسان بر روی زمین می فرستند به این فضاپیما برسد. حدود 3 ماه بعد و زمانی که ستاره دنباله دار به خورشید نزدیکتر می شود، قطعه موسوم به لندر از طرف روزتا به سمت ستاره دنباله دار پرتاب می شود تا با نشستن بر روی سطح آن بررسی های دقیق تری را انجام دهد.